دهم اکتبر برابر با 18 مهر روز جهانی بهداشت روان نامگذاری شده است. این روز در سال 1992 توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور توجه بیشتر به اختلالات روانی، تأثیرات منفی آن بر جوامع بشری و پیشگیری از تبعات آن انتخاب شده است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. در روز جهانی بهداشت، هزاران نفر برای آگاهی سازی نسبت بیماری های روانی و تأثیرات مهم آن بر زندگی مردم در سراسر جهان به شیوه های گوناگون نسبت به این مسئله اطلاع رسانی می کنند. سلامت روان به حالتی از سلامتی گفته می شود که فرد به کمک آن به توانایی های خود پی می برد. بر استرس ها و تنش های طبیعی زندگیش غلبه می کند و به طور مؤثر کار می کند و قادر به همکاری با اقشار جامعه است. مشکلات بهداشت روانی از موضوعاتی مانند افسردگی و اختلالات اضطرابی تا اختلال دو قطبی را شامل می شود. این اختلالات میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. در حقیقت بر اساس آمارهای مشخص از هر 4 نفر یک نفر در طول زندگی خود دچار نوعی مشکل روانی می شود و بسیاری دیگر نیز با دوستان یا اعضای خانواده خود که تحت تأثیر این نوع بیماری ها قرار می گیرند زندگی می کنند. اگرچه سلامت روان امری بسیار شایع است، اما امروزه یکی از مغفول مانده ترین شکل های سلامتی در جهان است. تقریباً 1 میلیارد نفر در حال حاضر با اختلال روانی زندگی می کنند و سالانه میلیون ها نفر نیز بر اثر آسیب هایی که سلامت روانی بر آنها وارد می کند جان خود را از دست می دهند. با این وجود بسیاری از مردم هنوز امکانات لازم برای رسیدگی مناسب به این نوع بیماری ها را ندارند. یکی از علائم جدی برای سنجش سلامت روان آمار اقدام به خودکشی است. این پدیده به خصوص در ایران شایع بوده و با توجه به عدم دسترسی کافی به خدمات درمانی از یک طرف و عدم مواجهه به روانشناس از طرف دیگر، آمار و ارقام صحیحی از بیماری های روان در این کشور وجود ندارد. اما در مورد خودکشی نیز اطلاعات و اخبار دقیق در دسترس عموم قرار نمی گیرد و سازمان پزشکی قانونی ایران که مسئولیت رسیدگی و ثبت عوامل منجر به مرگ را دارد، در وبسایت خود بخشی جداگانه برای آمار فوت ناشی از خودکشی در نظر نگرفته است. عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی هم گفته است که آمار خودکشی به عنوان یک آمار محرمانه تلقی شده که ما آن را به دستگاه‌های مسئول و متولی در کشور ارسال می‌کنیم. با توجه به عدم انتشار آمار رسمی، آمار و ارقام خودکشی در ایران اغلب از گفته‌های مسئولان برداشت می‌شود. روزنامه اعتماد در بهمن 1399 به نقل از یک منبع آگاه در پزشکی قانونی گزارش داد که آمار قربانیان خودکشی در ایران در 8 ماه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 2.4% افزایش داشته است. این افزایش با توجه به رشد کمتر از 1% جمعیت در ایران تکان دهنده به نظر می رسد. اگرچه برخی مقامات دیگر در ایران افزایش آمار خودکشی را تکذیب کردند، اما عدم انتشار آمار رسمی به تهدیدها درباره سونامی مرگ اندیشی و یأس در جامعه ایران دامن زده است. افغانستان نیز که سال هاست که شاهد خشونت و درگیری است و در کنار آسیب‌های جدی اقتصادی و سیاسی، روح و روان شهروندان این کشور نیز متاثر شده است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که دست کم 40% کودکان در افغانستان با مشکلات رفتاری و نزدیک به 16% هم با اختلالات کمبود توجه روبرو هستند. بر اساس برخی از آمارها در افغانستان از هر 2 1 نفر به دلیل عوامل مختلف با فشار شدید روانی مواجه است و تخمین زده می شود که این رقم بیشتر هم باشد. برخی از آمارها نیز نشان می دهد که حدود 20% شهروندان افغانستان به بیماری روانی مبتلا هستند. همچنین محدودیت‌های جدید اعمال شده از سوی طالبان بر سلامت روان کودکان به ویژه دختران تأثیر گذاشته است.
بسیاری از دختران از مدرسه و مکتب، معاشرت و رفتن به پارک ها و مغازه ها محروم شدند. بحران اقتصادی همچنین برخی از دختران را مجبور به ازدواج زود هنگام کرده است، زیرا والدین آنها برای تغذیه سایر فرزندان خانواده به پول نیاز دارند. هدف از روز جهانی بهداشت روانی، افزایش آگاهی درباره مسائل مربوط به سلامت روان، آموزش و تلاش برای از بین بردن احساس بد و برچسب بد است که به این بیماری زده می شود. سازمان جهانی بهداشت با حمایت از روز جهانی بهداشت روان موافقت کرده است و آن را فرصتی برای سرمایه گذاری های انجام شده در حمایت از بهبود سلامت روان جامعه می داند. این سازمان ادعا می کند که کشورها تنها 2% از بودجه سالانه مراقبت های بهداشتی خود را صرف سلامت روان می کنند و این اصلا کافی نیست. علی اکبری، اخبار شیعه. محمد امیدی فرد، روانشناس، از تهران با ما همراه هستند. آقای امیدی فرد سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده محترمتون، در خدمتتون هستم. زنده باشید. به عنوان یک روانشناس لطفاً تعریف خودتون رو از بهداشت روان به صورت خلاصه بیان بفرمایید. بهداشت روان ترجمه منتال هلس یا سلامت روان هست. حالا توی فارسی از کلمه بهداشت استفاده میکنن به خاطر آشنا بودنش، به معنی عدم وجود بیماری روان هستش. ولی خب یک تعریف سختی به خاطر اینکه ما توی روان چون نمود خارجی بسیار کم داریم، معمولا آشناییت نسبت به این موضوع نداریم و افراد برای سلامت روانشون معمولا اقدامی نمی کنن، چون اصلا متوجه نیستن که بیماری روان رو دارن. یعنی یک سری علائم رو دارن و فکر میکنن روان عادی زندگی. بعد خلاف بیماری های جسمانی که ما خب حالا طرف دچار عملکردش دچار اختلال میشه، یعنی وقتی طرف دیست که کمر داره نمیتونه راه بره. ولی توی سلامت روان شما فقط یک سری مثال به اون افسردگی خفیف، شما فقط یک سری تفکراتی دارید که ممکنه نذاره اقدامات لازم رو انجام بدید. به خاطر همین بهداشت، یعنی روز جهانی رو به وجود آوردن که مردم نسبت به این بیماری کمی آگاه بشن. بله. از نظر شما جامعه ایران و افغانستان از چه مشکلاتی در این زمینه رنج میبرند؟ این خیلی سوال کلیه، یعنی برای پاسخ به این یک کار تحقیقاتی باید انجام بشه که متاسفانه نه در کشور ما نه در کشور همسایه افغانستان این کار تحقیقاتی انجام نمیشه. به عنوان کسی که حالا مشاهده میکنه اتفاقات رو، اگر بخوام خیلی ساده توضیح بدم، یکی از مسائلی که توی جامعه ما و افغانستان و حالا کلا توی خاورمیانه مطرح میشه این وجود اخبار منفی و نگرش منفی هست که به اتفاقات وجود داره. یعنی ما به خاطر شرایط و موقعیتی که داریم خیلی تحت تاثیر اخبار منفی قرار میگیریم و حالا این اخبار منفی چه تأثیری داره در زندگی ما؟ باعث میشه که ما احساس کنیم شرایطمون خوب نیست، علائم افسردگی بدیم، پرخاشگر بشیم و مشکلاتی رو پیدا کنیم که نسبت به اتفاقات واکنشاتمون شدیدتر بشه. و خب یک بحث عدم کارهای پژوهشی در کشور ما و کشور افغانستان هست. دو، بحث عدم آموزش در این دو کشور هستش. یعنی ما برای آموزش روان نه در ایران نه در افغانستان کار خاصی انجام نمیدیم و مسلما افغانستان بعد از این ورود طالبان خب شرایطش خیلی سخت‌تر هم شده دیگه. یعنی حالا اون نصف جامعه که میتونستن تحصیل کنن از تحصیل محروم شدن، شرایط اقتصادی خوبی ندارن و خب داخل ایران هم این شرایط رو داریم دیگه. حالا به خاطر تحریم‌هایی که وجود داره شرایط اقتصادی خوب نیست و خود این شرایط اقتصادی فشار عصبی رو به شدت زیاد میکنه. بله. ما اگر بخوایم در کل بگیم
به نظر من یک موقعیت ما برای جایی که هستیم کمی باعث تنشه، یعنی همین الان شما نگاه کنید جنگ هایی که این اطراف اتفاق میفته به شدت زیاده، بعد زندگی ما خیلی به این جنگ ها وابسته است و خب شرایط خوبی نیست برای دو تا کشور دیگه بحث روان. بله جناب امید فرد، چه راهکارهایی برای کاهش مشکلات روانی و افزایش سلامت و بهداشت روان در جامعه از نظر شما وجود داره؟ بهترین کاری که داره انجام میشه کارهایی که شما رسانه های عزیز انجام میدید هستش. ما اگر بتوانیم آموزش بدیم و آگاهی مردم رو نسبت به اختلالات روانی و بیماری های روانی زیاد کنیم و مردم رو راهنمایی کنیم برای گرفتن کمک، یعنی متاسفانه مشکلی که در جامعه ما وجود داره اینه که بیماری روانی انگه، یعنی شما اگه بشه یک مشاور هم برید فقط برای مشکلات عادی زندگیتون، یعنی شما با بچه‌تون نمیتونید ارتباط بگیرید، اگر خانواده متوجه بشن بهتون انگ روانی بودن میدن. ولی متاسفانه توی اجتماعهای جهان سوم خیلی بیشتر، تو جهان اول و دوم هم به هر حال وجود داره. ولی اگر بتونیم آگاهی رو زیاد کنیم از طریق شما، رسانه ها، از طریق کلاس هایی که برگزار میشه. بعد نکته بعدی که وجود داره، اگر دولت ها حمایت مالی بکنن، یعنی اصلا دلیلی که خانواده ها مراجعه نمی کنن به روانشناس به جز دلیل عین زدن، بحث مالی و پرداخت هزینه ها. شما الان یک روانشناس به طور عادی روانشناس معمولی 390,000 تومان هزینه شد و متاسفانه هیچ بیمه این هزینه رو پرداخت نمی کنه. و خب یک خانواده ای که حالا به خاطر مشکلات اقتصادی درگیر مسائل روان شده، خب یقینا این هزینه سربار هم نمیتونه بهش کمکی بکنه. دو NGO ها هستن که باید بحث حمایتی رو داشته باشن. ما توی خیلی از مسائل روان بحث محیطی رو داریم، یعنی محیط و اجتماعی خیلی شرایط رو به وجود میاره که فرد دچار اختلال میشه و اینجا کار گروه های حمایتی مطرح میشه. شما اگر یک کودکی باشید که بهتون ظلم میشه توی خونه و بتونید با یک گروه تماس بگیرید و شما از اون محیط ببرن بیرون، خب خیلی شرایطتون بهتر میشه. و بله جان خواهش میکنم بفرمایید، فقط به طور مختصر اگه بفرمایید. مهمترین نکته هم بحث هزینه و آموزش و آگاهی دیگه، یعنی ما بتونیم آگاهی ایجاد کنیم، هزینه ها رو یک طوری برای خانواده ها کم بکنیم و آموزش رو زیاد بکنیم. این کاری که میتونیم در این کار انجام بدیم. ممنونم، با تشکر از محمد امیدی فرد که از تهران با ما همراه بودند.